سلام به همگی. امروز آثار هنری هنرمندانی را به شما نشان خواهم داد که مناظر زیبایی را ترسیم کردند. لطفاً به نام هنرمند و سال تولد و فوت او که در کنار هر اثر هنری نوشته شده است مراجعه کنید. این اثر هنری نیکولاس پوسین است. بسیاری از صحنه‌های کتاب مقدس در آن زمان ترسیم شد. این تصویری از آدم و حوا در باغ عدن است. خداوند جهان و اولین انسانها یعنی آدم و حوا را آفرید. با نگاه کردن به حوا که به درخت معرفت خیر و شر اشاره می کند، به نظر می رسد که او در حال چیدن میوه است. این میوه از درخت معرفت خیر و شر است. این دو نفر با خوردن میوه از درختی که خدا به آنها فرموده است که نخورند، گناه کرده و خدا را ترک کردند. این اثر هنری توماس کول است. ویژگی کار او این است که به وجود خدا و خلقت او از طبیعت اشاره می کند. ما تضاد بین جنگل تاریک و خشن در جلو و رودخانه را در پشت سر مشاهده می کنیم. اما وقتی به ابرهای تیره‌ای که سمت چپ آسمان را پر کرده اند و درختان در حال سقوط در جلو نگاه می کنید، بسیار تاریک و خشن به نظر می رسد. اما وقتی به آسمان صاف، دره‌های آرام و تپه‌های کم ارتفاع در سمت راست نگاه می کنید، بسیار آرام به نظر می رسد. این شگفت‌آور است که چنین مجموعه‌ای می تواند در یک تصویر جای بگیرد و در این حال مناظر خارق‌العاده‌ای را بیان کند. این اثر هنری پیتر پول روبس است. بگونه‌ای بیان می شود که خلقت خدا کاملاً احساس می شود. با مشاهده آن رنگین کمان زیبا در آسمان به نظر می رسد که خدا به ما رحم می کند و مردم و حیوانات در هماهنگی با طبیعت بسیار زیبا به نظر می رسند. این اثر هنری از هانری ماتیس است. این تصویر زنی است که از حمام دریایی در ساحل لذت می‌برد. آثار هنری او به طور کلی احساس بسیار رنگارنگ و پر جنب و جوش می‌دهد. استفاده زیاد از رنگ زرد و نارنجی باعث می‌شود به نظر برسد که خورشید همزمان می‌درخشد و غروب می‌کند. آیا تکنیک بیان او بسیار منحصر به فرد نیست؟ اگر بزرگ نمایی کنیم، می‌بینیم که با خط‌های کوتاه در رنگ‌های مختلف بسیار دقیق ترسیم شده است. از آنجایی که او از رنگ‌های مشابه برای ترسیم مردم و طبیعت استفاده کرده است، در کل بسیار هماهنگ به نظر می‌رسد. این یک منظره از زادگاه پل سزان است. درختی که در وسط قرار دارد بسیار باریک اما بلند خودنمایی می کند و چشمگیر است. ممکن است شبیه هر منظره معمولی دیگری باشد، اما او برای بیان کردن الگوی خود را داشت. ممکن است شبیه هر منظره معمولی دیگری باشد، اما او برای بیان کردن الگوی خود را داشت. او از خطهای رنگی استفاده کرد تا به صورت افقی و عمودی همدیگر را قطع می کردند. شما چه فکر می کنید؟ آیا می توانید آن خطهای رنگی را ببینید؟ آیا از دیدن نقاشی ها لذت بردید؟ امروز می خواهم یک خانه در اطراف یک زمین زیبا و پر از گل و درخت بکشم.
این عکس را آوردم. من می خواهم طبیعت را با رنگ های روشن و گرم بیان کنم. پس بیایید اکنون شروع کنیم. من طرحم را از قبل تمام کردم. اول آن را با استفاده از مدادهای رنگی رنگ می کنم. من تصمیم دارم از مداد شمعی برای رنگ‌آمیزی زمین و گلها استفاده کنم. از آنجایی که ضخیم‌تر از مداد رنگی است، باید راحت‌تر باشد. برای اینکه قسمت پشتی دورتر به نظر برسد، من آن را در اندازه‌های کوچک رنگ می‌کنم. از مداد رنگی برای رنگ‌آمیزی چمن بین گلبرگ‌های گل استفاده کنید. این بار برای برگ ها از مداد شمعی استفاده می کنم، نه رنگ.
و پنجره را با یک قلم سیاه نازک بیان کنید. با مداد رنگی کار را تمام می کنم. بسیار خوب، تمام شد. من منتظر هستم که ببینم مناظر زیباتری را ترسیم می کنید. دفعه بعد می بینمتان. خدا نگهدار.